پس از انتخابات اخیری که به عمل آمده است، پذیرفتن شما افرادی که انتخاب شدید و امروز در اینجا حضور دارید به معنای اهمیتی است که اصولاً ما به این اتاق می‌گذاریم و اهمیتی که این فعالیت‌ها در وضعیت حال و سرنوشت آینده مملکت دارد. خیلی از نکاتی که ممکن بود امروز من توضیح بدهم در گزارش شما بود و احتیاج به تکرار نیست. شاید چند نکته اساسی است که باید بگویم. یک، اینکه اتفاقا همه شما مردمان فعالی هستید. میدونم بعضی از شما شاید در چند سال پیش از یک موقعیت خیلی متعارفی شروع کردید و موفقانه به مقام منزلت فعلی رسیدید. هم خودتون یک نوع سربلندی احساس میکنید، هم برای مملکتتون کار کردید و خدماتی انجام دادید و به این وسیله عده زیادی را هم نه فقط زندگیشون تأمین کردید، بلکه امیال داخلی و احساسات باطنی اونها هم با رسیدن به یک مقامی، با فرا گرفتن یک تخصصی ارضا شده باشد. ولی این برای کم کردن زحمت شما یا حقیقتا مقام معنوی شما نیست. اما باید بگویم در این مملکتی که با این برنامه ها رو به جلو می رفت، این هنر فوق‌العاده‌ای نبوده برای اینکه اقتصاد ما طوری و ثبات ما و سیاست های متخذه طوری بوده که همونطور که چندین دفعه گفتم این مملکت محکوم به پیشرفت است. بین جامعه ایران هم یه عده‌ای محکوم بودن که لااقل به این موقعیتی که شماها به اون رسیدید برسن. ولی میخوام بگویم که این باید تازه اول کار باشه، چون مطالب خیلی روشنه. صنایع سنگین ما روی اصول فلسفه انقلابمون تکلیفش روشن کردیم، ولی در اطراف صنایع سنگین و در قسمت‌های رشته‌های صنایع سبک و صنایع صادراتی انقدر امکانات هست که فعالیت بخش خصوصی چندین برابر گذشته باید افزوده بشود. به این جهت شاید شما اتفاقا این کاره نباشید، ولی نصیحت میکنم سرمایه وقت خودتون، اعصاب خودتون صرف این نوع معاملات بی حاصل که فکر بکنید امشب یک تیکه زمینی رو به یه قیمت میفروشید، فردا صبح با 30% 40% منفعت گرونتر به کسی دیگه میفروشید و اونم میخواد همین کاره بکنه و سرمایه عمده مملکت در گردش شنبازی و خاکبازی باشه. یه مدتی مملکت ما دوچار این بلا بود و بعد دیدیم که وقتی که این کار موقوف شد چطور سرمایه ها رو آورد به سمت صنایع و امروز چطور سرمایه ها باز باید تشویق بشود که رو بیاورد به سمت صنایع و کشاورزی. تشویق خب به حمدالله به اندازه کافی هست. اون بانکی که تذکر دادید اینه من قویاً دنبال میکنم و وسایلی باید برای شما فراهم باشه که همونطوری که
اون انگلیسی یا اون آلمانی یا اون فرانسوی یا اون هر مملکت دیگری وسائلی براش فراهم هست که بتوانه اجناسش قسطی با رپ متناسبی به مشتریان خارجیش بفروشه، شما هم باید همین امکان داشته باشید، هم از لحاظ رقابت خارجی، از لحاظ رقابت داخلی با تشکیل تعاونی ها و شرکت های توزیع و تسهیلات مصرف. خود این تعاونی ها همین نوع شرایط تسهیل مصرف داخلی رو می توانن فراهم بکنن. می ماند یه مطلب که ایران در آسیا، در آتی نزدیکی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ قدرت مملکتی به یه مقام کاملا ممتاز و برجسته میرسند و لازمه رسیدن به این مقام مسلما سالم بودن و پر قدرت بودن اقتصادش، و اون هم مربوط به یک عبده افراد پرحرارت نمیگم بی باک ولی اقلن نترس که با کمال قدرت و اطمینان و بدون گم کردن یک لحظه از وقت خودشون و از وقت مملکت، صنعت ایران تبدیل بکنن به صنایع مدرن و قابل رقابت با ممالک صنعتی دنیا. مقیاس کارخانجات شما باید برسد به مقیاس جهانی. اگر به تنهایی قادر به آن نباشید، با هم توأم بشوید. اصطلاح فرنگیش استعمار میکنم، مرج بکنید با هم که واحد شما بتواند تولیداتش برسد به واحد بین المللی. از لحاظ مدیریت و قسمت فنی بدانید که اگر همپای رقبای بین المللی خودتون نباشید، از میدان به در خواهید رفت، چون وظیفه وطن پرستی ما به عکس اون چیزی که عده‌ای فکر میکنن که ما باید صنایع داخلیمون حمایت بکنیم، یعنی روش ضرر بدیم و جنس گران تولید بکنیم و جنس گرانتر بفروشیم، اونم به داخلی برای اینکه در خارجه که کسی از شما نخواهد خرید و مصرف کننده ایران باید دائما جنس بدتر و گرانتر بخرد، این درست برخلاف وطن پرستی است. پس در آتیه با درست متوجه عکسش بود که حمایت دولت به همون اندازه‌ای که صنایع شما سالم نیست و ضعیفه، به همون اندازه کم خواهد شد. و چه بسا بهتر است که صنعت ناسالم از بین برود تا اینکه یک چیز سالمی به جاش ساخته بشه. ولی حمایت دولت همیشه برای کسانی که نقشه صحیح، نقشه سالم، نقشه بزرگ، نقشه‌ای که مطابق مقیاس جهانی باشد، تا اون روزی که لازم است که این صنعت روی پای خودش بیستد و بعد راه بیفتد، این البته ادامه خواهد داشت. تربیت افراد فنی بکوشید، در تربیت مدیران بکوشید. این مدرسه‌ای که اینجا ما درست خواهیم کرد و انشاءالله تا چند وقت دیگه به راه خواهد افتاد و اولین نتایجش تا چند سال دیگه به دست خواهد آمد، مهمه. همچنین تربیت کارگرای فنی مهمه. یک مطلبی که باید حتما به آن توجه داشته باشید این است که ترقی ایران بر اساس بردکشی و استثمار کارگر ارزان قیمت نمیتواند بنا بشود. بعضی ممالک شاید در گذشته پیشرفت صنعتیشون این بود که کارگراشون با تقریبا هیچ زندگی میکردن،
و با کارگر ارزان توانستن وارد بازار بشن، بعد البته وضعیتشون عوض شد. ولی موقعیت ایران در پرتوی انقلابش و در بخصوص پرتوی امکاناتش نمیتواند اقتصاد ایران بر اساس کارگر زرخرید به قیمت نازل بنا بشود. کارگر ایرانی به هر اندازه‌ای که مهارت داشته باشد باید مزد بگیرد. این مهارت الان هم ما می‌بینیم خوشبختانه به همین طریق هست. کارگرایی که کم پیدا می‌شوند مهارت دارن، به قدری مزدشون بالاست که شاید آقایون خیلی سر هم دیگه هم شاید یواشکی بخواید کلا بذارید که از هم دیگه این کارگرا رو در واقع کش بروید. هم علامت خوبیه هم علامت بد. و برای اینکه سر هم دیگه نتوانید از این کلاها بذارید، بهتون توصیه میکنم که همه پهلوی کارخونتون خانه بسازید که کارگره راحت اونجا بشینه و نه مثل حالا که یک ساعت و نیم سوار اتوبوس بشه از خونش برسه سر کارش، رفتن یه ساعت نیم برگشتن میشه 3 ساعت. این 3 ساعت خب بره در میدان ورزش کارخانه وقت بگذرونه، بدنش سالم میشه، روحش تازه میشه، قوی میشه، بهترم کار میکنه. در خانه سازی برای کارگرانتون سازمانی هیچ وقت پشیمون نمیشید. دستور من به دولت این است که به شما زمین، اگر هم شرایطش 99 ساله باشه، ولی در واقع مجانی بدهن. و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه. تعاونی ها البته باید خانه شخصی برای کارگرا بسازن که در موقع بازنشستگی توی صحرا و بیابون که نمیتونه بمونه، باید از خانه سازمانی بلندش بره بشینه تو خانه شخصی خودش. اون وظیفه ایست که البته مربوط میشه به تعاونی ها، یا خودتون درست میکنین تعاونی ها رو، یا اینکه وظیفه دستگاه دیگر خواهد بود. پس در این قسمت بهتون کمک میکنیم به وسیله دادن زمین. با دادن زمین و ساختمان خانه، این وضع نامعقول کرای خانه های بالا یا زمین های گران خود به خود ما یه قسمتش تنظیم میکنیم، به خصوص که دولت هر جایی که ببینه داره به اصطلاح بورس زمین ایجاد میشه، با ریختن زمین‌های در اختیار خودش یا تدابیر دیگری که اتخاذ خواهد کرد، همیشه با بالا رفتن نامعقول قیمت‌های زمین که باعث هدر رفتن سرمایه و انرژی مردم ایران خواهد شد، جلوگیری خواهد کرد. و اما خیلی از شما رو که اینجا می‌بینم، خوشبختانه توانستید هر سال به من گزارش بدید که نه یک قدم بلکه چندین قدم بزرگ به سمت جلو برداشتید. این باعث خوشبختی است. شما را در این کار تشویق می‌کنم. امیدوارم همه بتوانند همین نوع گزارشات سال به من بدن. هر کسی که کار صحیح کرد ولو دورترین نقاط مملکت باشد، من با کمال میل شخصا خواهم رفت که اونجاها رو ببینم. و باز هم تکرار میکنم، به تنهایی میتوانید انجام بدید، بدهید. با هم باید توأم بشوید، بشوید. بورس که هنوز در مملکت ما به یک حالت مقدماتی و بلکه هنوز به یک حالت چه میدونم بچگانه‌ای ادامه دارد، این باید به جایی برسد. مگر در یک مملکتی چند نفر سرمایه‌دار بزرگ یا چند فامیل متمول هست؟ مگر ممالک دیگر دنیا را چند نفر درست کردن؟ تا سهام بورس به طور وسیع در میان مردم منتشر نشود، نمی شود انتظار داشت که به زودی یک مملکتی صنعتی بشود. در حال و در آتی نزدیکی چندین میلیون نفر در ایران قادر خواهند بود
که سهام یا زیاد مختصری از بورس بخرن. الان ببینید سر همین بلیط های بخت آزمایی مردم خرج میکنن، البته به امید بردن. خب یکی دو نفر، سه نفر، ده نفر، 20 نفرشو میبرن، ولی مابقی که نمیبرن. این اگر بورس بخره و صنایع سالمی داشته باشید که این سرمایه گذاری آخر سال یک ربح و یک نرخ خوبی ره عاید او بکند، این مطمئنتر از هر نوع بخت آزمایی است. گویی که من بخت آزمایی ره نمیخوام تخته بکنم، خیلی از کارهای خیر امروز این مملکت در اثر منافع بخت آزمایی انجام میده، خیلی اونم باشه، یه سرگرمی است، ولی خریدن اوراق سهام صنایع سالم مقتدر مملکت خودش از هر بخت آزمایی مطمئن تر است و تمام ممالک بزرگ صنعتی دنیا روی همین به وجود آمدن. ضمناً شاید بشود بهتر از حال از بعضی سرمایه های راکد مملکت استفاده کرد، شاید از صندوق های بازنشستگی و بعضی صندوق های دیگری هست که خیلی محافظه‌کارانه ما نسبت به این عمل میکنیم و این سرمایه ها را اگر ما بتوانیم ازش درست استفاده بکنیم در اقتصاد مملکت ممکن است مؤثر واقع بشه. ولی اساس چیزی که مربوط به شما میشود ایجاد اون بانکی است که به شما چنین اعتباری بدهد که شما مثل رقیب‌ها یا همکارهای خارجیتون بتوانید در فروش اجناستون شرایطی پیشنهاد بکنید که قابل رقابت با سایر ممالک دنیا باشد. من رئیس اتاقتون تقریبا طور مرتب می‌بینم، یعنی از کار شما مطلع هستم و امیدوار هستم چه رئیس اتاق چه وزیر اقتصاد ما همیشه بتواند بیاید به من گزارش بدهد که اتاق ما یک اتاق پرتحرک، پرخون، و همیشه من به وزرام اینو گفتم که تا به حال من همش صبح تا غروب به شما مهمیز میزنم که شما رو بکنم از جا و برید جلو، بیایید برای یه دفعه اوضاع معکوس بشه من مجبور بشم دهنه شما رو بکشم. و در مورد فعالیت بخش خصوصی هم همینطور، قدرت اقتصادی و پشتوانه این مملکت انقدر محکم و قوی است که هر چقدر شما تون بروید هیچ وقت باعث وحشت ما نخواهد شد. و میخوام انقدر تون بروید که ما به شما بگیم خب حالا یه خورده یواشتر. برصورت موفقیت همه گیر خواهان هستم، امیدوارم که چه در سمتی که در اینجا دارید و چه در کارهای خصوصی و اجتماعی و دست جمعی که احیانا خواهید داشت همیشه موفق باشید.